19 او به من قدرت روح القدس داده است. او به من قدرت روح القدس داده است. هللویا. Romans 50:19. He has given me the power of the Holy Spirit. Romans 15:19. او به من قدرت روح القدس را داده است. آمین که قدرت روح القدس در ماست. آمین. He has given me the power of the Holy Spirit. Romans 15:19. خداوند قدرت روح القدس را به من داده است. آمین. Romans 15:19. او به من قدرت روح القدس را داده است. آمین. Romans 15:19. خداوند قدرت روح القدس را به من داده است. آمین. He has given me the power of Holy Spirit. Romans 15:19. Romans 15:19. خداوند قدرت روح القدس را به من داده است. آمین. God has given me the power of Holy Spirit. Romans 15:19. Romans 15:19. خداوند به من قدرت روح القدس را داده است. خداوندم شکرت که تو صخبه بان ما هستی. خداوندم شکرت که روح القدس دوست ما. خداوندم شکرت که ما همیشه تو رو دوست داریم. خداوندم شکرت که با زیبایی ازت میخوام تشکر بکنم به خاطر این چیزای قشنگی که به ما دادی، به خاطر این گل و برکت چیزایی که خودت به ما داری. خداوندم آمین. سلام بچه ها، چقدر خوشحالم میبینمتون. بچه ها این هفته یه نامه برام اومد با کلی خبرهای خوب. دوستم داره از راه دور میاد که منو ببینه. خیلی خوشحالم، دلم میخواد به همه این خبر رو بگم. شما تا حالا یه خبری داشتید که دوست داشتید به همه بگید؟ یه خبر خیلی خوبی که هممون داریم اینه که خدا پسرش عیسی مسیح رو بر ما فرستاد و ما میتونیم این خبر خوب رو به همه بگیم. خاله مهسا، شما و زری بری این خبر خوب رو چی کار میکنی؟ این خبری دارم و خبرهای خوبی دارم و خبری دارم و خبرهای شیرین دارم. به هیچ کسم نمیگم، به هیچ کسم نمیگم، خبرهای خوبی دارم. سری بری، خبر خوش عیسی مسیح رو که نمیتونی برای خودت نگه داری، باید به همه اعلام کنی. باید بگم آقا خاله مهسا، اگه به بقیه بگم که دیگه اون خبره برای من نیست. زری بری، خدا عیسی مسیح رو برای همه فرستاد، پس ما باید این خبر خوش رو به همه آدمای دیگه هم بگیم. خاله مهسا، من میخوام این خبر خوب رو به شما بگم، ولی شما که خودت این خبر رو میدونی، پس من باید خبر خوش عیسی رو به کی بگم؟ سوال خوبی کردی. بریم داستان امروز رو ببینیم، ببینیم تو داستان چی میخوایم یاد بگیریم امروز. آماده اید بچه ها؟ اونا خبر دارم. آماده اید بریم سفر کلام؟ یک دو سه پاشو بریم، دست هم رو بگیریم. یک دو سه آماده ایم، بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم میداره، آیات یاد بگیریم، دعاییم نزد خدا، دست هم رو بگیریم، دست هم رو بگیریم. یک دو سه
یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. پولس که خودش یهودی بود باور داشت که خدا ازش میخواد با همه مردمی که یهودی نبودن هم درباره عیسی صحبت کنه. پس اون به سوریه، ترکیه و یونان سفر کرد و آدمای زیادی به عیسی مسیح ایمان آوردن و یه عالم کلیسا شروع به کار کردن. سالها بعد پولس به اورشلیم برگشت. بعضیا از درساش ناراحت بودن و به خاطر همین بهش حمله کردن. اون بدون دلیل زندانی شد. پولس درخواست کرد که در روم محاکمه بشه. پولسو سوار قایق کردن تا به روم ببرن. سفر خیلی یواش پیش می رفت. پولس پیشنهاد داد بیاین در جزیره کریت بمونیم تا فصل طوفان تموم بشه. اما ناخدای کشتی به اون اصلا گوش نداد و به راهش ادامه داد. طوفان خیلی سخت بود. همه فکر میکردن که میمیرن. اما فرشته‌ای به پولس گفت که اونا نجات پیدا میکنن و به روم میرسن. پولس هم این خبر رو به دیگران گفت. یه نفر یه خشکی دید. ملوانا میخواستن برای اینکه خودشون رو نجات بدن قایق رو ترک کنن و بقیه رو تنها ول کنن تا بمیرن. اما پولس گفت شما وقتی زنده میمونید که همه تو قایق بمونید. قایق به یه جزیره به اسم مالت رسید. سربازا میترسیدن که زندانیا فرار کنن و به خاطر این موضوع تنبیه و جریمه بشن. پس تصمیم گرفتن زندانیا رو بکشن. اما فرماندهشون چون پولس رو خیلی دوست داشت دستور داد که همه زندانیا زنده بمونن. همون جوری که پولس گفته بود همه زنده به ساحل رسیدن. پولس برای پدر حاکم مالت که مریض بود دعا کرد و خدا اونو شفا داد و حالش خوب شد. اونا سوار یه کشتی دیگه شدن و به روم رفتن. اونجا پولس تو یه خونه زندانی شد. وقتی که پولس زندانی بود، یه عالمه نامه برای درس دادن به کلیساهایی که تو جاهای مختلف دنیا باز شده بودن نوشت. نامه های اون حالا یه بخشی از کتاب مقدس هستن. خدای بزرگ، خاله مجاب، پولو چند بار، نه یه بار، نه دو بار، چند بار رفته سفر طولانی تا به مردم در مورد عیسی مسیح حرف بزنه، اصلا باورم نمیشه. بله زری بری، حتی وقتی براش خیلی سخت بود ادامه داد و نذاش هیچ چیزی جلوی راهشو بگیره. من میکنم جواب سوالم رو گرفتم خاله مجاب، یه بار اون سوال ازم بپرس، بپرس، بپرس. من خبر خوش عیسی مسیح رو به کیا باید بگم؟ من میدونم خانم اجازه ما بگیم، ما بگیم. بله بگو بگو. باید به همه دنیا بگیم خبر خوش عیسی مسیح رو، باید به همه دنیا بگیم. آفرین زری بری، عیسی مسیح منو نجات داده. آی مردم، عیسی مسیح منو نجات داده. شکرت خدا. خدایم عظیم و عجیب و قادر است، نیست کسی ماننده او. خدایم عظیم و عجیب و قادر است، نیست کسی ماننده او. خدایم عظیم و عجیب و قادر است، نیست کسی ماننده او. خدایم عظیم و عجیب و قادر است، نیست کسی ماننده او. او گفت و شد، دریاها با شدن. او گفت و شد، خدا.
آفرین زری بری، به همه باید خبر خوب عیسی مسیح رو بدیم. بچه ها، در کتاب مقدس یه آیه هست که به ما اینو یاد میده. پاشیم بیستین این آیه رو با هم یاد بگیریم. مرقس 16:15. به سر تا سر جهان بروید و به همه خبر خوش را بگویید. مارک 16:15. Go, go, go into all the world and preach the good news to everyone. آفرین بچه ها. کیمیا جان، شما میتونی این آیه رو بر ما بگی؟ بله خاله، چرا که نه؟ سلام بچه ها. مرقس 16:15. به سر تا سر جهان بروید و خبر خوش رو بگویید. بچه ها، بیاین با هم دعا کنیم، از خدا بخوایم که بهمون حکمت بده که بدونیم کجا و کی راجع به عیسی مسیح صحبت کنیم. دستامون رو رو هم میاریم و چشامون رو میبندیم. خداوندا، مرسی که ما میتونیم راجع به تو صحبت کنیم. دعا میکنیم که کمکمون کنی، به ما حکمت بدی که بدونیم کی و کجا راجع به تو صحبت کنیم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. آمین آمین آمین. مرسی بچه ها. من برم با خانوادم راجع به عیسی مسیح صحبت کنم. خداحافظ. بچه ها، یادتون نره آیه هاتون رو برامون بفرستید.